دانش آموزان و دانشجویان عزیز، دختران و پسرانم در سراسر ایران، در آغاز سال تحصیلی جدید به همه شما و به معلمان و دبیران و استادان شریف درود می‌فرستم. سلام بر شما که نسل قیام و آزادی هستید. سه هفته پیش هم کلاسی‌ها و هم سن و سال‌های شما در آذربایجان آزادی ستان در شهرهای ارومیه و تبریز به پا خواستند. نهادهای امنیتی رژیم وحشت زده گزارش کردند که میانگین سن قیام کنندگان فقط 22 سال است. کمتر از یک سال پیش بازی شما بودید که در بهمن و اسفند در 5 رشته قیام در تهران و دست کم 10 شهر دیگر علیه رژیم ولایت فقیه به پا خواستید. در آنجا هم تمام حراس رژیم از این بود که شما دگرگونی کل نظام را می‌خواهید. سراپای حکومتشان از شعارهای شما در وحشت بود، زیرا شما راه و رسم اشرف یعنی آزادی و انقلاب را در پیش گرفته اید. به همین دلیل از باز شدن مدرسه ها و دانشگاه ها بیش از همیشه می‌ترسند، زیرا از گرد آمدن نیروی میلیونی تغییر که شما هستید نگرانند، به خصوص که همکلاسی ها و همرزمان شما در همین ماها دیکتاتورهای تونس و مصر و لیبی را سرنگون کردند و جوانانی که همدرد شما هستند و در آرزوها و آرمانها با شما مشترکند همین حالا دستن در کار سرنگونی دیکتاتوری سوریه هستند. به همین دلیل ولی فقیه ارتجاع و همدستانش هشدار می‌دهند که مواظب باشید دانشگاه ها را ملتهب نکنند و با ترس و لرز می‌گویند آموزش و پرورش مهمترین بستر جنگ نرم دشمن است و وزارتخانه با توجه به توطئه‌های دشمنان باید آماده باشد. در حقیقت خامنه‌ای خود را در محاصره می‌بیند، در محاصره شما که جز محرومیت از سرکوب و اختناق نصیبی از این رژیم نبرده اید و برای کسب آزادی و دموکراسی بیتابی می‌کنید. شما که در عاشورای سال 88 تا مرز سرنگون کردن رژیم ولایت فقیه به پیش تاختید و همچنان بر عزم خود استوارید، شما که سرمایه اصلی ایران و مردم ایرانید. سرمایه ایران پروژه تولید سلاح هسته‌ای نیست. راه توسعه و پیشرفت ایران برباد دادن ثروت‌های طبیعی کشور نیست. راه آن اراده های خلاق و پیشرو و بکارگیری نیروی عظیم شما برای تغییر است. بله، سرمایه مردم ایران آزادی و انتخاب آزادانه آحاد مردم و شما جوانان دلیر است. این است که آینده میهنمان ایران را شکوفا می کند. سال تحصیلی جدید رو در شرایطی آغاز می کنیم که میلیون ها ایرانی در فقر و زیر فشار طاقت فرسای زندگی دست و پا می زنند. کودکانشان به جای نشستن بر نیمکت های کلاس درس در کوچه و خیابان ها زباله‌گردی می کنند، فال می فروشند و در کارگاه های زیرزمینی به کارهای سخت مشغولند. در رژیم ننگین آخوندها به رغم رشد نسبی جمعیت و منابع سرشار ملی، شمار دانش آموزان و کیفیت خدمات آموزشی پیوسته افت می کند. مقامات و منابع رژیم بی‌شرمانه اذعان می کنند که 30% از جمعیت 18 میلیونی کودکان و نوجوانان کشور در مدرسه تحت نظارت آموزش و پرورش به سر نمی برند و هر ساله از 4 دانش آموز 1 نفر ترک تحصیل می کند و در 6 سال گذشته نزدیک به 5 میلیون نفر از دانش آموزان مردود شده اند و میلیون ها جوان و نوجوان ایرانی هم دقیقاً به خاطر حاکمیت تبهکار و سراپا فساد آخوندها به کام
فاجعه اعتیاد در غلطیدند. امروز بسیاری از معلمان کشور زیر خط فقر به سر میبرند و بسیاری نیز بعد از 10 تا 15 سال تدریس در آموزش و پرورش هنوز استخدام رسمی نشدند و هیچ امنیت شغلی ندارند و بسیاری آموزگاران برای گذران امور زندگی به کارهایی از جمله دستفروشی در کنار کار تدریس رو می آورند. این اوضاع دانش آموزان و دانشجویان و جامعه فرهنگی و دانشگاهی ایران را به اعتراض هرچه بیشتر وامی دارد. به همین دلیل نهادهای سرکوبگر خامنه‌ای تلاش می کنند هرچه بیشتر فضای دانشگاه ها را پلیسی کنند. با نصب دوربین های مدارس در مدارس می خواهند این نسل ناآرام را مهار کنند. روزنامه های خود رژیم می نویسند دوربین های مدار بسته به دنبال یافتن کوچکترین نافرمانی از انسان ها هستند تا هر کسی را به دام بیندازند. بیچاره شب پرستان، به آنها می گوییم منتظر باشید تا آن نافرمانی عظیم و آن قیام های خروشان تمام بساط شما را هم مثل رژیم های سرنگون شده خاورمیانه و شمال آفریقا در هم بپیچد. آخوندها و متحدان و همدستان آنها علاوه بر سرکوب و دستگیری و اعدام با تبلیغات مزورانه و نظریه پردازی های مکارانه تلاش میکنند با تمایل گسترده نسل شما برای سرنگونی نظام آخوندی مقابله کنند. آنها وانمود می‌کنند که گویا مبارزه مردم ایران برای خواسته‌هایی است که با حفظ همین نظام و قانون اساسی ولایت فقیه سازگار است. اما شعارهای کوبنده شما در قیام‌هایتان تمام این فریبکاری‌ها و تزویرها را نقش براب کرده است. حالا همرزمان شما در سراسر کشورهای عربی فریاد می‌کشند که خلق سقوط نظام را می‌خواهد و آخوندهای حاکم بر ایران از این شعار به خود می‌لرزند. درس بزرگ انقلاب‌های منطقه همین شعار است. آنچه سوء استفاده جریان‌های خیانتکار و مدافعان قانون اساسی ولایت فقیه را خونسا می‌کند، بله همین شعار است. و آنچه قیام‌های شما را شکوفا می‌کند، باز همین شعار است. به خصوص که شما یک الگوی درخشان در پیش رو دارید. اشرف و اشرفی هایی که 3 دهه است بی وقفه و بدون سازش در مقابل دیکتاتوری آخوندی ایستادگی و فداکاری کردند. حماسه 19 فروردین در اشرف که در آن جوانان قهرمانی همچون سبا و آسیه و فائزه و نسترن و مهدیه و حنیف و زهیر با دستهای خالی در برابر تانک‌ها و حاموی ها ایستادگی و فداکاری کردند، الگوی درخشان همه جوانان مشتاق آزادی و برابری به ویژه دختران دلیرم در سراسر ایران است. پس در سال تحصیلی جدید، سالی که به نام آزادی و قیام برای آزادی رقم خورده است، به پا خیزید. حرکت جمعی شما جریان عظیمی را تشکیل می‌دهد که هیچ نیرویی قادر به جلوگیری از آن نیست. همچنان که رهبر مقاومت گفته بود، حرف اول و درس اول همان است که در 5 مهر 1360 دانش آموزان در صفی بی انتها با خون سرخ خود نوشتند: آ مثل آزادی. آنگاه کهکشان شهیدان و رزمندگان آزادی با خون و رنج درس را گام به گام تکمیل کردند. به مثل بهار و بهروزی، په مثل پایداری و پیروزی. درس آخر را ارتش آزادی خواهد داد و حرف آخر را مردم ایران میزنند. سلام بر آزادی، درود بر جوانان آگاه و آزادی ایران.